بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امام موسی بن جعفر علیه السلام یکی از قریبترین امامان ما هستند، از جهاتی چون انتظار نمی رفت بعد از شهرت و موقعیت امام صادق علیه السلام و اون همه شاگردان امام صادق علیه السلام دوباره کار برگرده به قربت، و اونم قربت شدیدی مثل قربت امام موسی بن جعفر علیه السلام. قربت امام زین العابدین علیه السلام طبیعی است، قربت امام باقر علیه السلام طبیعی است، فرصت امام صادق علیه السلام یک فرصت الهی بود که پس از مدتها اهل بیت امکان شاگرد پروری پیدا کردند، امکان نشر معارف پیدا کردند. با توجه به تثبیت جایگاه امام صادق علیه السلام، دوباره فرزندشون امام کاظم علیه السلام قریب بشه، این خیلی موضوع دردناکیست. خب در مورد امام کاظم علیه السلام و حیات شریفه ایشون نمیخوایم به تفصیل صحبت بکنیم، با همین مختصر من به یکی از کلمات ایشون که خاطره ای ذیلش نهفته است بپردازم. یک بار هارون امام موسی بن جعفر علیه السلام رو در واقع دستگیر کردن و احضار کردن به قصر خودشون. 14 مرتبه میدونید این اتفاق افتاده. برخی از این مراتب و مرتبه ها بوده که حضرت ماها به زندان هم افتادن، پنهان از دیده و اطلاع همه مؤمنین. خب به کاخ خودش هارون می نازید، به امام صادق علیه السلام، به امام کاظم علیه السلام گفت این چه خونه ایه، یعنی خانه و کاخ هارون رو توصیف کن. حضرت فرمودن هاذهی دار الفاسقین، اینجا خانه فاسقان است. خیالش راحت کرد. بعد آیاتی رو فرمودن از قرآن کریم، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغیه یتخذوه سبیلا. این خونه میدونی خونه کیاست؟ خونه فاسقا. فاسقا کیا هستن؟ متکبرینی هستن که در زمین تکبر میورزن. نابجا طبیعتا خواهد بود این تکبر به غیر الحق. این متکبرین ویژگی هاشون ایناست، آیات حق رو میبینن ایمان نمیارن، راه رشد و هدایت رو میبینن راه رو انتخاب نمیکنن، راه ستم رو پیدا میکنن ستم میکنن. اینم آیه قرآن در توضیح فاسقین کیا هستن. خیالت جمع شد آقای هارون؟ اینه اینجا. خب اجازه بدید بنده میخوام نکته ای رو خدمت شما عرض کنم. منم مثل همه شما بچه مذهبی گاهی پای رحل قرآن نشستیم، تو جلسات رحل قرآن از کودکی کم و بیش گاهی پای منبر نشستیم،
تو کتاب ها مطالعه داشتیم مثل شما، کمتر از شما، و اگه بیشترم باشه هنر نکردیم چون شغلمون اقتضا میکنه که این کتاب ها رو مطالعه کنیم دیگه طبیعتا. به ما یه جوری دین رو معرفی کردن که اگر این کلام امام کاظم علیه السلام به گوشم بخوره میدونه چه جوری ترجمه میکنم. امام کاظم فرمودن هاذهی دار الفاسقین، این خانه فاسقاست. شما فاسقین رو چه جوری ترجمه میکنید؟ فاسق یعنی کی؟ علنی گناه میکنه، روش هم میشه گناه بکنه، پنهان نمیکنه گناهکاراشون. والا ببخشید یه جوری دین رو به من معرفی کردن که من اگر برخی از اطلاعات خاص نبود که به زور رفتیم پیدا کردیم به خدا، فکر میکردم امام کاظم علیه السلام میفرماد هاذهی دار الفاسقین، اینجا خونه فاسقاست. فاسق یعنی اینکه هارون تو اینجا شراب میخوری، تو اینجا قمار بازی میکنی، تو اینجا زنبارگی میکنی، اینجا حجاب رعایت نمیشه. دینو اینجوری به من معرفی کردن دیگه. 1400 سال دین رو یه جوری به ما معرفی کردن. وقتی میگن فاسق، من منتقل نمیشم به یک سیاست مدار فاسد، به یه عرق خور و شراب خور منتقل میشم. بنده بر اساس برداشت عمومی از دین وقتی که میشنوم امام کاظم علیه السلام فرمود اینجا خانه فاسقینه، یعنی هارون تو فاسقی، برداشتم این میشه که هارون شراب میخوره حتما که آقا میفرماد فاسق. نه آقا، مگه همه خونه های فاسقین رو امام کاظم علیه السلام اینجوری توصیف میکنن؟ بعد حالا بریم سراغ آیه قرآن. حضرت خودشون با یه آیه قرآن تعبیر خودشون رو توضیح دادن. هاذهی دار الفاسقین یعنی توی سیاست مدار نامردی، فسق تو عرصه سیاسیه، قدرت طلبی، نابجا قدرت دستت، بد داری از قدرت استفاده میکنی، بحث سیاسیه. آقا فاسقین یعنی گناهکار سیاسی. ببینید کافران در صدرش سیاسیون کافرن، فاسقان در صدرش سیاسیون فاسقن، منافقان در صدرش سیاسیون منافقن. اصلا این آدمای بد تو قرآن 99% سیاسیان. یکی گناه فردی بکنه که خدا اینجوری یقش رو نمیگیره که، باهاش خیلی مهربونتر برخورد میکنه. منتها طوری دین رو به ما معرفی کردن ما یاد گناه میفتیم، گناه فردی به ذهنمون میاد، امر به معروف نهی از منکر میشنویم بی حجاب به ذهنمون میاد، یاد تقوا میفتیم کارهای خوب فردی به ذهنمون میاد، در حالی که دقیقا برعکسه. اصلا اینجوری نیست. تقوا در صدرش مال سیاسیونه. تقوا اصلی ترین محل مصرفش عرصه سیاسته. نه تقوا در زندگی فردی. تقوا در زندگی فردی هم هست، بله، اونم مهمه با همین اجرا. چقدر از آیات قرآن سیاسی هستن؟ یه نمونهشو برای شما قرائت میکنم. امام کاظم علیه السلام قرائت فرمودن این آیه رو نسبت به هارونی که جایگاه امام موسی بن جعفر علیه السلام رو غصب کرده، جای حق ننشسته، سیاستمدار فاسد، میشه فاسق.
حالا میدونید که هارون خیلی بیشتر از خیلی از پادشاه ها و قاصدین فاسد خیلی چیزا رو رعایت میکرده ها. امام کاظم علیه السلام مستقیم میفرماد تو فاسقی به خاطر اینکه فسقی که از هارون معلوم بوده همین قصبه، همین قصب خلافته، این فسقه. آشکارتر از این گناه چی دیگه؟ محکم وایستادی پاش، فسق یعنی گناهی که پاش وایستادی. حالا آیه قرآنی که خوندن حضرت و منم برای شما این آیه رو قرائت کردم، بنده اگر 100 سال میرفتم قرآن میخوندم هر روزم این آیه رو میخوندم، بر اساس برداشت عمومی که از دین هست فکر نمی کردم این آیه در مورد سیاسیونه. ننوشته توش سیاست که، ولی حضرت به هارون فرمود تو اینی. بعد دادم دقت که میکنه، آره ها، برترین مصادیق این مستکبرین، این متکبرین در آیه قرآن فرمودن سیاسیون هم. چه عجب آیه عجب آیه سیاسیه، چه عجب یعنی یه مورد برخورد کردی، عجب یعنی من تعجب میکنم که این آیه رو حضرت در یک موقعیت گفتگوی سیاسی استفاده کردن. اینجوریه، این آیه ها سیاسی هن؟ من تا حالا دقت نکرده بودم. یه بار دیگه مرور کنیم. سأصرف عن آیاتی، آیات خودم رو بر میدارم، نمیگذارم این آیات من دل متکبرین رو روشن کنه. الذین یتکبرون فی الارض. یتکبرون فی الارض یعنی چی؟ یعنی مثلا فلان همسایه ما که با تکبر راه میره رو زمین. تکبر در زمین اصلش مال سیاسیونه. این شاید یه هزارمش برسه به این آدمای معمولی گناهکار مثل من. ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها، هر آیه ای رو ببینن ایمان نمیارن. انقدر گناهکار فردی، گناه فردی میکنه. بیاری انقدر گناهکار فردی بهت نشون بدم، کوچکترین آیه رو ببینه ایمان بیاره. کی هر چی آیه ببینه ایمان نمیاره؟ سیاسیون متکبر. من چی کار کنم این آیه قرآن مال سیاسیونه؟ من چی کار کنم امام کاظم علیه السلام داره این آیه رو علیه سیاسیون متکبر استفاده میکنه، علیه هارون داره این آیه رو استفاده میکنه. حالا من ادامه این قصه رو برای شما میخونم، اما به همینجا ختم نمیشه. ولی دیگه نخواستم معطل بشید مقدمه چینی بکنم. بله، کیا هر آیه ای رو نشون میدی ایمان نمیارن؟ پای سیاست به وسط بیاد. کیا راه رشد و اتخاذ نمی کنن؟ آدم معمولی راه منطقی نشون بدی خدا شاهد قبول میکنه. بسیاری از این کسانی که آدم معمولی هستن گناه میکنن، بسیاریشون ما خوب توضیح ندادیم، پاش بیفته جاش باشه قبول میکنه. ولی متکبرین فل ارض که هیچ آیه ای رو قبول نمی کنن، یعنی سیاسیون. آیه سیاسیه، مگه باید کجاش بنویسن که این آیه سیاسیه؟ از استفاده امام کاظم علیه السلام ببینیم اصلش مال این عرصه است، مال عرصه سیاسیه. و این یراو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا، اگر راه غی، غی یعنی چی؟ ستم. راه ستم پیدا بکنه ستم میکنه. سیاسی جماعت بد بشه هیچی باقی نمیگذاره، میشه عمر سعد. عمر سعد از جوانایی بود که ظاهرن ها از رفقای امام حسین به حساب میومد، رفیق نه ها، ولی خب دیگه آشنا بودن، توی محل بودن دیگه، تو مدینه. گاهی میومد پیش امام حسین جوران جوانیش، میگفت این مردم دیوانه شدن، خل شدن. آقا میفرمود چرا؟
این مردم بعضیاشون میگن آخر سر شنیدیم اخبار غیبی هست عمر سعد و حسین فاطمه رو میکشه. من تو رو میکشم؟ آقای امام حسین میفرمون خب حالا مردم یه چیزی میگن، ولی حالا منم یه مطلبی به شما بگم. شما چی میفرمایید؟ فرمون هر موقع من از دنیا رفتم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی، داشته باشیم. صحرای کربلا، امام حسین مذاکره داره میکنه، مذاکره نبود البته اسمش، نصیحت داشت میکرد این بدبخت عمر سعد. مذاکره برای تجارته، برای بده بستونه، ولی امام حسین چیزی نمیخواست از اونا، چیزی هم نمیخواست بده. اونا عزت امام حسین رو میخواستن که امام حسین یه ذرهش هم نداد، ولی میخواست اونا رو نصیحت کنه. فرمود که عمر سعد تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. خب یه آیه است دیگه، یادته یعنی من 20 سال پیشم بهت میگفتم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی؟ بگی مطلبو. آقا سیاسی فاسد بشه نمیگیره مطلبو، عوام بعضی وقتا چیزی میفهمن، سیاسی فاسد بشه نمیفهمن. ببخشید سیاسی فاسق بشه اینجا یعنی فسق سیاسی. فرمود این خانه فاسقان است. کدوم فاسقان؟ فاسقانی که یتکبرون فی الارض، در زمین تکبر میکنن. این زمین که کنار تکبر اومده انگار جای جامعه میخواد بنشینه، انگار اینا بر مردم میخواهند استکبار ببرزند و تکبر کنند. ببینید سیاسی فاسق بشه هیچ آیه ای رو قبول نمیکنه. مردم عادی قبول میکنن، عرق خوره قبول میکنه، اون قبول نمیکنه، میزنه زیر همه چی. بعد راه ستم پیدا بکنه ستم میکنه، فروگذار نمیکنه. بنده عرضم اینه که بر اساس آموزش عمومی که از دین به ما دادن، ما همینجوری این آیه رو بخونیم نمیگیم این آیه سیاسیه، میگیم. من یه بار براتون بخونم: سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها. هر آیه ای رو بیارن ایمان نمیارن اینا. ما الان فکر میکنیم این مباحث اعتقادی داره مطرح میکنه، یکی دوتا عالم علم کلام بیاریم استدلال براش بیاره شاید قبول بکنه. بابا بحث اعتقادی نیست که شما چهار تا استدلال بیاری اون دو چهار شعبه شده باشه و شعبهشو حل کنی. میفرماید اصلا آیه بیاری این ایمان نمیاره. آیه یعنی چی؟ نشانه بیاری، یعنی معجزه بیار براش. اگه ایمان آورد، اگه مشکل اعتقادی داشت دلیل می آوردی بدون آیه قبول می کرد، برهان می آوردی بدون آیه قبول می کرد، حالا معجزه هم براش بیاری قبول نمی کنه. کی اینجوریه که معجزه هم براش بیاد قبول نمی کنه؟ سیاسی فاسق. مثلا ببینید به یک سیاسی فاسق بگی که 40 سال این انقلاب با همه فشارا فعلا که جلوتر از همه کشورهای منطقه است، در اقتدار منطقی خدا چجوری کمک کرده، بقیهش هم خدا کمک میکنه. این آیه است، این نشانه است که خدا داره کمک میکنه، پس محکم باش. سیاسی که این آیه رو قبول نکنه میشه یتکبرون فی الارض، آیه بیاری قبول نمیکنه. و این یرو سبیل رشد لا یتخذوه سبیلا، راه درست بهش نشون بدی نمیتونه قبول کنه دیگه. ما چون بحث سیاسی نمیخوایم بکنیم، میخوایم آیه قرآن بخونیم، با مثال توضیح نمیدیم، درسته؟ چون مجلس معنویه، نباید که بحث سیاسی کرد که، درسته؟
و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا. و این یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا. اگه راه ستم ببینه اونو انتخاب میکنه. پس این آیه من متوجه شدم از فرمایش امام کاظم علیه السلام خیلی آیه سیاسیه. خب هارونم قدوش برخورد، گفت خب این خونه الان خونه یه که فاسقا توش هستن. آره خب پس این خونه مال کیه که الان فاسقا توش هستن؟ فدار و منهیه، این خونه باید مال کی باشه الان؟ فرمود هیل شیعتنا، این خونه، این دارالحکومه مال شیعیان ماست، مال تو نیست. چیه؟ ما فقط حق داره حکومت کنه. جانم به امام کاظم علیه السلام شیعیان رو برد تو کاخ، گوش آمد حکومت کنی. چقدر امام کاظم علیه السلام سیاسی بوده. و هم میگن 14 سالشون رو زندان کردن. خب معلومه دیگه، آقا شما قشنگ محکم اومدی فرمودی این خونه خونه شیعیان ماست، نه خونه شما، شما برفرمون بیرون. معلومه دیگه، تو آخر این قصه هست این روایت که دیگه از اون به بعد هارون بد جوری غضب کرد به امام موسی بن جعفر علیه السلام. اینم من تازه یاد گرفتم از امام کاظم علیه السلام که شیعه باید حکومت کنه. خیلی جالبه، به من نگفته بودن تا حالا. به من گفتن ببین نماز تو میخونی، اعتقاداتت هم سر جاش، خمس زکاتی هم میدی و آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه. به من نگفته بودن تو باید بری دارالحکومه رو بگیری. بعدم ما کلی رفتیم گشتیم پیدا کردیم، بعد فهمیدیم که این چیزا تو دین هست، همراه شما اومدیم تظاهرات و ایناها، و الا ما فکر میکردیم که ما چی کار داریم به دارالحکومه. هیل شیعتنا فطرتن فطرت، هیل شیعتنا فطرتون و لغیرهم فتنتون. اگه کسی غیر از شیعیان ما بیاد این از باب فتنه است، خدا میخواد یه امتحانی بکنه. هارون دیگه خیلی بهش ناراحت شد، بهش برخورد ناراحت. فما بال و صاحب دال لا یأخذها، به قدرتش مینازید. جوابو شما صفا کن. اصلا میلاد امام کاظم علیه السلام در ایام قدیر، این دو جشن نزدیک همدیگه شدن. من میخوام با کلمات امام کاظم علیه السلام به محضر قدیر خون برسیم. هارون گفت خب صاحب خونه بیاد خونه رو بگیره دیگه. سیاسی تر از این جواب شما میتونید پیدا بکنید که آقا امام کاظم علیه السلام دادن؟ یعنی 24 ساعت تحلیل سیاسی میخواد. فما بالو صاحب دار لا یأخذها، چرا صاحب خونه نمیاد خونه رو بگیره؟ بگیره دیگه، مگه شیعیان شما صاحب اینجا نیستن؟ خب بیان بگیرن. حضرت نفرمودن خب نمیتونن، خب نیستن، خب کمن، زورشون نمیرسه. از اینجور جواب ها ندن، یه جواب خیلی پیچیده سیاسی دادن. فرمودن اخذت منه عامره ولا یأخذها الا معموره. من چقدر الان دارم میسوزه شما عربی دقیق این فارسی متوجه نمیشید. اصلا خیلی چون تون کلماتش هم خیلی زیبایی هست، مثل که یه شعر حافظ رو بخواید ترجمه کنی به یه زبون دیگه ای، اون لطافتش از بین میره. فرمودن که این دارالحکومه وقتی آباد بود گرفتنش. میدونی شیعیان ما کی دارالحکومه رو خواهند گرفت؟ وقتی بتونن آبادش کنن. الان بگیرن نمیتونن آبادش کنن، لذا خودشونو به آبادیش نمیزنن، گذاشتن وقتی بگیرن که بتونن آبادش کنن.
یعنی الان زورشون نمیرسه. چقدر حرف آغاز زد توی همین یه جمله کوتاه. یعنی اصل این حکومت آباد بود، گرفته شد، خراب شد، حالا خرابه رو بیان بگیرن، البته میان میگیرن، ولی وقتی که بتونن آبادش کنن. چقدر حرف میشه زید این کلام حضرت زد. صبر و سکوت 1400 ساله شیعه توضیح داده شد، خیلی راحت. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با برخی از علما زمان قیامشون اختلاف داشتن. اختلاف سر چی بود؟ بعضی از کسانی که شاهد و واسطه بودن برای گفتگوی حضرت امام با مرحوم حضرت آیت الله العظمی حکیم بزرگ در عراق، خودشون برا من نقل کردن که مرحوم شدن الان، خدا رحمتشون کنه. اختلاف نظر سر چی بود؟ امام میفرمود ما قیام کنیم میشه، یاری میکنن، میتونیم حکومت تشکیل بدیم. اونا میگفتن نه نمیشه، یاری نمیکنن، نمیتونیم حکومت تشکیل بدیم. امام میفرمود نه، یاری میکنن، قیام کنید شما. امام قبل از اینکه خودش بخواد قیام بکنه از بزرگانشون در زمان جوانیشون تقاضا میکردن شما قیام کنید. امام باور داشتن که میشه، ما این کارو بکنیم، میتونیم. بعد دیگه ادامه پیدا کرد این گفتگو که گفت شیعیان شما کجا هستن؟ بعد حضرت یه آیه قرآن خونتی که بهش انداخت که باید وضعیت آشکار بشه برای کافرا تا لو برن و کنار برن. گفت ما کافریم؟ یعنی فرمودن شما کافر نیستید، ولی بدلو نعمت الله کفرن و اهل قومهم دار البوار. همش آیه میخونه، آیاتی میخونه که من اصلا خودم فکر نمیکردم این آیات سیاسی باشد. فکر میکردم کفار میگن یعنی کسی که عقیدش خرابه. ربط این بحث با قدیر چیه؟ معطل نمی کنم شما رو. چرا؟ چون قدیر سیاسی ترین ایام الله ماست، سیاسی تر از عاشورا. چون اصلا ما به واسطه قدیر شد سیاسی شدیم. اصلا ثوابی که برای قضا دادن در قدیر، قدیر با عظمت و با شکوه تعیین کردن، ثواب برای هیچ وقت دیگه اینجوری بیان نکردن. یه مقدار فنی توجه کنیم دیگه همه چی درست میشه. حالا میخوام چه بحثی رو عرض بکنم دوستان من. قدیر فراتر از یه موضوع اعتقادیه. امامت و ولایت صرفاً یک موضوع اعتقادی نیست، اولاً یک موضوع سیاسی است، نهایتاً یک موضوع سیاسی است، اصالتاً یک موضوع سیاسی است. ما واقعاً خیلی هنرمندیم. امامت و ولایت رو یه جوری برای خودمون تعریف میکنیم از توش سیاست و حکومت در نیاد. خب این خیلی کار سختیه، خیلی هنرمندی میخواد، ولی خب ما این هنر رو به خرج میدیم دیگه. گاهی از اوقات میدونید امامت رو چجوری بعضی ها یاد میدن؟ این مسئله بحث بنده است. امشب تقدیم میکنم، سربرانم در مجلس حضور دارن، اساتید، شما هم همه الحمدلله اهل فضلید. میگه تو اعتقاد داشته باش ایشون امامه. خب همین؟ آره دیگه اعتقاد. خب باشه اعتقاد، خب برو دیگه. همین، من فقط اعتقادش رو میشون امام. بله خوبه، الحمدلله تو شیعه ای. اصلا این حرفا نیست، اصلا این حرفا نیست، گولت نزنن. کی میگه این شیعه است؟ کفر منو اگه در بیاری یه حرفی بهت میزنم، ولی خب کفر منو در نمیاری.
اگه کفر منو در می آوردی میگفتم شمر ملعون وقتی رو سینه ابا عبدالله الحسین علیه السلام نشست، آقا فرمود منو میشناسی؟ گفت آره میشناسم. روز قیامت جد تو پیغمبر پدر منو در میاره، تو فرزند او هستی، تو برحقی، این جبهه بر باطل. همه رو گفت، اصول دین چند تاست، همه رو گفت. اومد در خونه امام صادق علیه السلام، گفت از محبین شما هستم. فرمود از کدوم دسته از محبین؟ گفت آقا جون من شما چند جور محبین داریم؟ فرمود چند جور محب داریم ما؟ سه جورشو توضیح داد حضرت. یه جورش فقط کمک میکنن. شیعه یعنی نصرتی لکم معده. تمام الحج لقاء الامام، امام باقر علیه السلام فرمود تمام شدن حج با ملاقات امامه. بعد امام باقر علیه السلام میفرماد ملاقات امام برای چی؟ برای اینکه امامو کمک کنه. من معتقدم به امام، هزینه داره. خب بعد امامو کمک کنیم برای چی؟ خونهشون حتما بزرگه، چند تا حیات دارن، میخوان حیاتا رو بشورن، اذیت میشن، بعد همکاران نیستن، ما بریم حیاتشون رو بشوریم. ببین شوخی نکن دیگه، دیگه خیلی داری شوخی میکنی، همه چی که به بازی گرفتی که عزیز من. نه کمکش کنی برای حکومت، به خدا قسم اعتقادمه، برید از علما بپرسید، اگر پیامبر گرامی اسلام دست علی ابن ابی طالب میبرد بالا، میفرمود ببینید ایشونو به امامت قبول داشته باشید، بعد تو سیاست هر کاری میخواید برید بکنید، یه نفر مخالفت نمی کرد. برای چی مخالفت کنن؟ برای چی مخالفت کنن؟ اصحاب صحیفه چی گفته بودن که مشکل اصلی پیغمبر بود روز قدیر؟ اونا سر امامت کار نداشتن، با حکومت کار داشتن. امامت یه موضوع سیاسیه. حالا ببخشید دیگه من عذرخواهی میکنم، اگه روز مبعث بود کمی در این باره صحبت میکردیم که نبوت هم یه موضوع سیاسیه، ولی دیگه الان اینو بگم دیگه خیلی داد و بیداد میشه، ببخشید. اون دیگه دعوا میشه حسابی، اصلا نمیتونم دیگه جمعش بکنم. یه دونه روایت زود میارن جلو من میذارن، انی باعث تو لعتم من مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو. بابا این حدیث رو فقط ابو هریره نقل کرده آخه، اینقدر ببین تو رو خدا نکش ما رو. بله یکی از فواید بعثت اخلاق هست، ولی اخلاق رو پیغمبر 40 سال بود داشت، کسی هم اعتراض نداشت، همه هم دوستش داشتن. بحث سیاسی شد یه دفعه مخالفت ها شروع شد. ما چرا فکر میکنیم امامت یه موضوع اعتقادی صرفه؟ یعنی شما معتقد باش ایشون یه جایگاه برتری دارن، خلاص برو دیگه خونتون دنبال زندگی، دنیا رو به فرائنه بسپر و هارونها اداره کنن. چرا ما اینجوری فکر میکنیم؟ نه عزیز من، امامت یعنی مر سیاست، اصل سیاست. امامت یعنی حکومت به اضافه چیزهای دیگه. حکومت رو ازش ورداری کسی دعوا نداره که. خدایا ما را اهل قدیر خم یعنی اهل سیاست قرار بده. اینقدر این دعاها آدم رو نورانی میکنه. فکر میکنید من کم دعایی دارم میکنم برای شماره؟ میشی یار امام زمان، میشی مقدمه ساز ظهور و حکومت جهانی حضرت. خدایا ما رو مثل قدیر خم اهل حکومت بار بیار، اهل نصرت امام برای، اهل بیعت با امام برای برقراری حکومت عدل علوی قرار بده. بعضی ها فکر میکنن بیعت در قدیر یعنی این که آقا جون من قبول دارم شما آقایی، تکی آقا،
برتری آقا. ما رفتیم حکومت دست خودمون. میدونید کیا اینجوری بیعت کردن دیگه؟ میدونید بله؟ میدونید کیا اینجوری بیعت کردن؟ اونجوری بیعت نکنیا. اعتراف میکردن یا علی تو برتری، اعتراف میکردن، اعتقاد داشتن. ولی تو سیاست دردی شما برتر، شما اصلا تکی آقا جون. همه اعتقادهای ما رو داشتن جز این سیاست رو گرفتن. سر همون سیاست آتش تو کوچه بنی هاشم به پا شد. این جمله هم عرض ذکر مصیبت من. خدایا ما رو مقدم ساز و حکومت جهانی امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بده. این حکومت جمهوری اسلامی ما رو هرچه اسلامی تر بفرما. هر آن بر عزت مؤمنین، قدرت مؤمنین و مظلومان خدایا بیفزای. مکر دشمنانشون به خودشون برگردان. وجود عزیز رهبر انقلابمون، نایب امام زمانمون، مؤید و محفوظ و منصور بدار. خدایا شهدا در طول تاریخ تشیع از مجلس ما پر بهره بگردان. ما رو به شهدا ملحق بفرما. حضرت امام حقش رو به گردن ما حلال بگردان. ما رو ادا کننده حق حضرت امام قرار بده. يا ربنا يا ربنا